عرض کنم که امروز یک انفجاری در نمیخواستیم خبر انفجار رو بدم، امروز یک انفجاری در هتل یکی از هتل‌های امن و لوکس کابل انجام شد و دو تا کانادایی که از بریتیش کلمبیا و کالگاری بودند کشته شدند و این دو تا یک خانم و یه آقا بودند که گویا زن شوهری بودند که پاکستانی تبار بودند و مدرسه در افغانستان در کابل داشتند. در حال این چهار تا جوان طالبانی رفتن تو و اسلحه توی جوراباشون بوده، بعد از شام میخورن و میرن دستشویی میان و میبندن به گله و نه نفر به جمله کودک رو میکشن. دوتاشون در حال کانادایی بودن و به خانواده این دوتا تسلیت میگیم. کانادا اتفاقا اینا میخوام بگم که کانادا هفته پیش آخرین سربازش از افغانستان خارج شد و میلیاردها دلار، بیش از 18 میلیارد دلار هزینه شد. 100 خورده نفر اگه اشتباه نکنم 140 خورده نفر کشته شدن، 10 نفر زخمی و اصلا مهمتر اینه که بیش از 70 نفر گویا خودکشی کردن به خاطر استرس های بعد از جنگ و عدم رسیدگیش توسط وزارت دفاع کانادا. همین هفته گذشته 2 تا دیگه از این افراد دیگه از افغانستان قبلا خدمت کردن خودکشی کردن و اینا خبرهای خیلی بدی است. در حال اینی که از اون نظر این خبر رو گفتیم، از امروز هم آقای هارپر میره که عازم اوکراین بشه و در حال موضع خطرناکی آقای هارپر گرفته به دلیل اینکه آقای هارپر این موضعی که گرفته 1 میلیون ما اوکراینی داریم، 500,000 تا روسی داریم و کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا که لذا اوکراین جز بشه انقدر کاسه داختر از آش نشدن که آقای هارپر این ور دنیا و داره پا میشه میره اونجا که حمایت بکنه، در حالی که عملا اوکراین یکی از فاسدترین کشورهای از نظر مالی دنیاست و در حالی که باید کانادا نقش بهتری داشته باشه، کانادا بایستی نقش میانجیگری رو داشته باشه و در حال تلاش بکنه که گفتگو برقرار بشه، چون خدای نگهدار اتفاقی اونور بیفته اثراتش اینجا هم خواهد بود. 1 میلیون اوکراینی، 15,000 تا روسی، مگه میشه که اثر نداشته باشه؟ همین الانش هم وقتی شما طرف فقط یک کسی رو میگیرید در حال مشکل ایجاد میکنید. ببینید شما وقتی که عاقلانه تر رفتار بکنید از موضع مثلا وایز از دارن این خیلی راحت تر میتونه دایلوگ رو برقرار کنه و بتونه که اونجا حتی روسیه رو وادار به عقب نشینی بکنه. روسیه با تهدیدهایی که اصلا با کانادا که چقدر با اوکراین مثلا چیز داره، ارتباط اقتصادی داره، یا همین 1 میلیون نفری که هستند، خب در حال اونورم 1 میلیون روسی تعادل رو تقریبا برقرار میکنه، یعنی به ضرر دولت هارپر هست. متاسفانه هارپر نشون داده که ایدئولوژیک عمل میکنه. تمام دولت هایی که ایدئولوژیک عمل میکنن مثل ایران، مثل اسرائیل، دولت هایی هستند که تنش ایجاد میکنن، به امنیت و ثبات منطقه کمک نمیکنن و سعی مهمتر آسیب میزنن به خود مردم، وحدت اون کشورها، نمونهش خود کانادا. و اینا همش مسائل جدی است که بایستی بررسی بشه. خدمت شما کنم که چون آقای هارپر مثلا محکوم کردش که این مسئله رو محکوم کردش، مسئله رفراندوم رو که روسا خیلی سریع اومدن از طرف ابزارهای قانونی چه به جزیره کریمه رو جداش کردن. در حال این از این و یکی از خبرهای مهم این بودش که خانم الیسون ردفورد رهبر حزب محافظه‌کار آلبرتا بالاخره مجبور شد بعد از 2 سال که محبوبیتش هم کاهش یافته بود بعد از فسادهایی که رو شد و یکیش هزینه 45,000 دلاری برای سفر خودش و همراهاش به از که همسرش هم بردود برای تشییع جنازه آقای ماندلا، بعد از اینکه 2 تا از افراد حزبش استعفا کردند مجبور شد که استعفا بده و از یک شنبه صبح دیگه کاری نخواهد، یعنی نخست وظیفه آلبرتا نخواهد بود و در حال حزب رد روز، حزب گل سرخ آلبرتا، رقیب جدیه که در حال مدعی است که انتخابات رو اگر انتخاباتی بشه ببره. در حال البته انتخاباتی برگزار نمیشه فعلا. این از این. از اون طرف خانم جنی کوان
خدمتشو عرض کنم که میگه که ایشون میخواد به یه نماینده NDP حزب NDP از منطقه بریتیش کولومبیا ایشون $35,000 هزینه سفرش به با همسرش دو تا بچه‌شون به چیز بوده، به دیزنیلند اروپا بوده، دیزنیلند تو فرانسه است. پس $35,000 بوده، بعدا گفت $35,000 ما دادیم به یک دونه NGO پس دادیم، ولی گفته که بخواد فعلا قیمت مثلا مرخصی استعلاجی بگیره و بره. در حال متاسفانه نشون میده اینا بد نیست بدونیم، بچه‌ای که کار میکنن باید بدونن، خانم هایی که تو قدرت اومدن وقتی به موزه ویل خرجی میشه و هزینه میشه، در حال تو حوزه سیاست میرن، تو قدرت میرن، تو فساد کمتر از آقایون نیستن. یعنی نشون میده که اگر نظارت نباشه، نظارت مردم نباشه، اگر رسانه حضور جدی و مستمر و سالم نداشته باشن، فقط به صرف اینکه خانم ها بیان بالا دلیل نداره که حتما وضع خیلی بهتر میشه. خانمونه دیگه شم خانم لیندا جکسون شهردار وان بود که خرید شرایطش هم از کردیت کارت شهرداری وان کرده بود. در حال داستانی هست مریم رضوی هم که خودتون میدید که صدها هزار یورو خرج هزینه لباس و جراحی پلاستیک و اینا کرده، از در حالی که این بیچاره هواداراش توی لیبرتی با بدبختی دست و پا میزنن و در حال مشکلات جدی دارن و جونشون در خطره، یا اشرف پهلوی که خودتون میدید که خب چه فسادی بود و یکی از عوامل به قدرت رسیدن مجدد شاه و یکی از عوامل سقوط خود شاه در حال با رضایت هایی که کرد و فسادی که در حال داشتش. اینه که اینم بعد ایشون از اون برم امروز روزنامه اعلام کرده بودش که آقای جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال دیروز با عجله اومد خیابون منطقه ترندی اسپادینا. این منطقه ایشون دو تا چینی رهبتیز شدن، یکشون برای ام پی پی های توی منطقه میخوان ران بکنن، یه دونه ام پی هم میخواد ران بکنه. از این طرف آقای جاستین ترودو مخالفت کردش با خانم این که بیاد ران بکنه. خانم این سفید پوست هستن و در حال دیشب یک سری از پریشب یک سری از این هواداره حزب لیبرال رو اومدن تو خیابون. امروز صبح آقای دیروز صبح آقای جاستین ترودو شتاب زده اومد و در حال با اونها مذاکره کرد، چون خودش مستقیم تو حوزه دخالت کرده بود و در هر حال باعث خشم این جناها شده بود و اینا در حال نشون میده که از مشکلات جدی هستش در حزب لیبرال. یه خدمت شما عرض کنم که یک خبر دیگه هم خدمتتون بدیم و مرخصیم از خدمتتون. امروز یه 3 نفر در دانشگاه یورک به دلیل اختلاس 1.6 میلیون دلاری دستگیر شدن. یکشون مدیر، یکشون آیتی بوده، یکشون مدیر بیزینس در دانشکده بوده و یکم کارمند دفتری بوده، یک خانمی بوده. میگه اینا متهم هستن که از نوامبر 2005 تا 2012 اینها چیز میکردن، اینها سوء استفاده میکردن و در حال البته یک سال گذشته که دیگه کش شد 1.5 میلیون دلار که اونو البته داستان مجبور شد دراب بکنه، این پولام نشد. بودجه دانشگاه یورک 1 میلیارد دلاره و حیف و میل در ادارات دولتی کانادا بسیار زیاده، ولی کمتر کسی اصول اقلیتی که خوب جرأت نمی کنن حرف بزنن، خود سفیدهایی هم که شجاعت دارن حرف میزنن خیلی کمتر، این سعی میکنن ساکتشون بکنن. در حال اگر نظارت نباشه مشکلات جدی پیدا میشه. اینم از این و دیگه اینم اعتصاب کارگران حمل و نقل در تراک، رانندگان کامیون در بندر ونکوور ادامه داره. اینا سر شرایط با سر شرایط دستمزد و اینا به توافق نرسیده بودن و یک اعتصابی کرده بودن. در حال
سازمان برنامه باشه داره مذاکره میکنه و این ادامه داره، از هفته پیش شروع شده. خدمتتون عرض کنم که این از این و کمپانی ست و کمپانی بل راجرز و بل موبیلیتی، اینها در حالی که قول داده بودن که بعد از اینکه مزایده فرکانسی جدید تلفن های همراه رو بردن گرون نکنن، بی سر و صدا از هفته گذشته روی برنامه های پلن های جدید، برنامه های تلفن جدید $5 اضافه کردن بدون اینکه سر و صدای در بیاد. آخرین خبری هم که امروز هستش در رابطه با کانادا اینه که دولت دادگاه دیوان عالی کانادا انتصاب آقای هارپر در مورد قاضی دادگاه رو، قاضی دادگاهی رو که قرار به عنوان قاضی فدرال باشه و از کوبک بود، باطل اعلام کرد با نتیجه 6-1 و یک شکست سختی برای آقای هارپر بود. و خدمتتون عرض کنم که آقای قاضی مارک نادون، ایشون موضوع بودش که از طرف کوبک معرفی شد، در حالی که حتی ایشون یک روز هم در کوبک نبوده. یعنی تکنیکلی قاعدتا بایستی نیست که شما 10 سال توی جزو وکلا یا جزو قضات اون استان باشی که بتونی شرایط حضور در دیوان عالی کشور رو داشته باشی. و این یک دونه اینه وضعته که از وکلای آی روکو فامیلیش دارن، یکی از وکلایی که واقعا برای حقوق بشر و حقوق مدنی تلاش میکنه، شکایت کرده بود و تونستش که با هزینه های زیاد این رو ببره و یک پیروزی بزرگ رولین لیفز تاپ کورت اند مارک ندون آپ این دیر. این خب یک چیز بسیار مثبتی است. خدمت شما کنم که تا برنامه بعد همتون رو به خدا میسپارم. شاد و شادکام باشید. در حال خدمتتون عرض کنم که نظرات، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو به ما بگید، ما خوشحال میشیم. در حال این کاری که دست ما برمیاد، این هم برای که به ما برسید بتونید 416-847-3337 تلفنمونه در میون بگذارید و خوشحال میشیم که با شما باشیم. نظراتتون رو حتما لطفا میتونید rohaltv@gmail.com یا توییترمون rohaltv@twitter.com برای ما داشته باشید. به ما بنویسید، ما خوشحال میشیم. و در حال بر هر روزتون نوروز، نوروزتان پیروز، شاد و شادکام باشید.